آقای دکتر، میخواستم خدمتتون بگم که این غنی‌سازی رو ما متوقف بکنیم، همه توی نظام میریزن، اولش هم خود من، متوقفم نکنیم، بدبختیم. واقعا مقام عظما چی میگشن؟ من بارها و بارها خدا را شکر میکنم که مقام عظما نشدیم. واقعا خیلی سخته این داستان. تو این بحثا نرو، این حرفا آخر عاقبت نداره، برنامه تو شروع کن. گفت جان من چرا خط میکشی؟ از برای رسم زحمت میکشی. گفت من تا زنده ام خط میکشم، از برای رسم زحمت میکشم. بنازم به این نظام الهیمون که هنوز مراحل ساخت بمبش تکمیل نشده، یکی از ابرقدرت های جهانه. الان اگه تو هر مجمع بین المللی، هر رسانه معتبری نگاه کنین، دیگه نمیگن 5 به اضافه 1، بلکه حداقل میگن 6 به اضافه 1. اگه از من قبول نمیکنین، میتونین از آقا محمود که دو عمرش یک کلمه دروغ هم نگفته بپرسین. اگه اونم قبول ندارین، آقا علا بروجردی رو که دیگه حتما حیاتون قبول دارین. ولی یکی و فقط یکی تو نظام هست که میتونه رو حرف همه حرف بزنه، مقام عظما قبولش داره. هر کی توی نظام کاری هست، همه تو جیب کوچیکه ایشونن. تنها دکتر واقعی نظام، تنها آقای آقاهای نظام، تنها بزن نظام و تنها بهادر نظام، آقای دکتر بزن بهادر. اون آدم با معرفت دار، هنوز هیچی نشده، یکی بهت بزنم که همون اول بدونی که خیلی با معرفت داری. فرارسیدن ایام المپیک رو به خصوص در رشته وزنه‌برداری دو ضرب بدون دوپینگ 150 کیلو تبریک میگم. در زمینه فوتبال المپیک هم که پکن که سهله، 6 تا المپیک دیگر هم بگردی نمیتونی پیدا کنی کسی رو که رو خوردن خودش با ضربه سر توپو با تور آشنا بکنه. تازه این تو استادیوم آقای دکتر، میان بیرون کی میتونه تو گردنه های پیچ و پیچ هراس کمر شکن و با بار میلیگر شد دنده عقب 30 کیلومتر سر بالایی ببره بالا، دستی رو بکشه سویچ تحویل بده؟ قربونت هم خودمونیم. تو آدم با کلاس، معرفتدار، با مرام، فهمیده، با شعور، خوشمشرب، با فرهنگ مثل من دیگه کجا گیرد میاد؟ آیه دکتر بزن بادار، یک سوالی این وسط برای اون پیش اومده، سر ضرب الاجری که توی این مذاکرات ژنو تعیین کردن، منظورم ضرب الاجر دو هفته ای است، توی نظام حرف مختلفی زده میشه. منومین میگه که چیزی در کار نبوده، آقای قشقاوی یه چیز دیگه میگه، آقای جلیلی یه حرف دیگه میزنه. بالاخره چی هست؟ اگر ضرب الاجلی در کار نبوده، این تک و تایی که برای اینکه سه‌شنبه جواب بدن چی هست؟ که اینم میان میگه که ما سه‌شنبه به وقت بیت مقام عظما جواب بدیم یا سه‌شنبه به وقت آمریکا. تو این دفعه باز ما بین چند تا شوت بشنگ گیر افتادیم، نمیدونیم به کدوم طرف نگاه بکنیم که آفتابو ببینیم. روشن شد یا نه؟ البته متکی که بعید نیست این حرف رو نفهمیده باشه، چون اهل روزنامه خوندن و خبر گوش کردن اینا نیست. اگه جلیلی بهش نگفته باشه، این از رای دیگه نمیفهمه که ضرب الاجل براشون گذاشتن. اما ممکنم هست اون جلیلی شوت بشنگم اصلا نفهمیده باشه. کسی که میره برای مذاکره کلاس فلسفه میذاره، ممکنه حالیش نشه که برای ضرب الاجل گذاشتن. قبلا هم از این کارو کرده بود، یه بار تو جبهه بیسیم زد، گفت بیان چند تا اسیر گرفتن بیاین ببرین. گفتن خب پس چرا خودت نمیاری؟ گفت آخه اینا نمیذارن من بیام. مقام عظما رو که دیگه مخفف نمیکنن که. این بدبخت بیچاره ایشو خودشون به اندازه کافی دست و پاشون رو جمع کردن، انصاف کجا رفته؟ در حال ایشون نوشتن که نماینده مقام عظما تو سپاه گفتن که ما با تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم مواجهیم، که گفتن که به توی بعضی کشورها تهدید مخملی نظام رو سرنگون کرده، بعضی جاها سخت بوده و از این حرفای. من از این کار ندارم که کسی بخواد شلوار مخمل پای مقام عظما بکنه یا هر چیز دیگه. او برادر پاسدار مصداق بارز این کلام استراتژیکی مرحوم ابویه که دیوونه اگه عقلش پار سنگ برداره، وقتی که بهش میدون بدی و دوپینگ بکنه، عقلش تخت سنگ برمیداره، حرفای پت و پلا میزنه. برو سر سوال دیگه، خورتنه ندارم جواب بگه بسیجی شوت مشنگو بدم.